بینندگان عزیز چایخانه یک بار دیگه با برنامه چایخانه با هدف هایی که قبلا گفته شده بود که چایخانه دارد در یک مسیر جدید فرهنگی و تاریخی روان است شما را به یکی از های تاریخی در شهر نو و گفته مولانا که نو می آید و کونه می رود ولی در وطن عزیز ما کونهها ها و ارسای فرهنگی جای خود دارد و هنوز هم با همه دشواری های تاریخی کونهها ها و میراس های فرهنگی در هتاق ها حجره ها و خانه های فرهنگی جا بجاست در تمام کشورهای دنیا مروج است که در پالی آرشیف های دولتی آرشیف های شخصی موزیم های شخصی و خانه های فرهنگی دلنوازان شخصی وجود دارد امروز ما در یکی از امی اجره ها قرار داریم ای اجره را باید اول بر سردبیرش سخن را براند اینجا خانه محمد ساله پرونتا است. پروانتایی که هم حدیب بود هم نویسنده بود و هم کتابشناس بود دریغا و هفسوزا که روزگاری که در وطن ما بود آنچی سزاوارش بود ناشناخته ماند پروندهایی که با قاری عبدالله و اقبال راوری هم صحبت بود پروندهایی که دوست بسیار عزیز معیدین هنیس بود و استاد پروندهایی که با سلجوقی با شاهران مانند بدخش در گرماوه گلستان در اجره می‌نشستند و دیوان هشهار شاعران را باز می‌کردند یکی از مشخصات کرکتری خاص پروانتا کتابشناسی و جمعاوری نسخه ها و آثار بسیار قدیمی متناظر و منقوش با هرزش بود ما امروز در خانه قرار داریم ولی تدبیر از این خانه امروز به دوش یکی از پسران کوچکش به نام اماین پروندتاز اماین پروانتا که دانشکده امور ساختمانی و مهندسی را به سر رساندن ولی گرانمایگی و قدرشناسیش در دلش بر هدب و فرهنگ چرخ میزند و توانسته از این هدب و فرهنگ تاریخی چی در بخش های آرشیفی موزیمی و در بخش های تصویرها از خود ممارست نشان بدهد و این را به نسل بعدی حفاظت کند حالا می بینیم که نمونه های برجسته البته این نمونه همه نمونه ها نیستند که بیان تاریخی بسیار قدیم دارند اولین چیزی را که شما می بینید یک گرامافون است این گرامافون زیاتر در اوتلها قبلا بود اول در دربار بود بعد از دربار مردم کشور ما از طریق فلم های ایندی با این گرامافون آشنا شدن و بعدا این گرامافون استاستا از دربار به خانه ها آمد و آوازهای دیرلشین را از طریق ریکارد میشنیدن این در داخل پهلوی به اصطلاح راست خود یک اندل داشت که اول اندل زده میشد شد بعد از او به حرکت می آمد و در واقع ریکارد را که شما می این ریکارد های است که اکثریت ریکارد ها بر نقش کوالیتی بلند بودک گوش دلخراش نمیکرد، موزون بود و در واقع سیستم کوالیتی ریکارد ها با این اماهنگی داشت بعضها ها که ما بچه های جوان بودیم تصور معامی بود که گویا از اینجا صدا می برایه. ولی چون صدا موج از نو اعتزاز موجی بودک با او خاطر ای بسیار ملایم دلنشین و دلپذیر بود و به دلها می نشستک <تصفح> <تصفح> که در, در واقع ای ریکارد ها از جمله امو ریکارد است که هنرمندان مانند استاد قاسم استاد شیدا استاد سراهنگ استاد رحیم بخش حتی از ناشناس و ساربان اولین ریکارد هایی که از هنرمندان سابقی که آل حدودا هفتاد سال از او مگذره به شمول دکتر فطرت صادق ناشناس احمد زایر و هنرمندای مانند بیلتون از خانم ها فرزن خانم پروین خانم معوش آزاده همه از اینا ای به این شکل ریکارد بود و ایره در خانه ها میماندن البته چیزی که پیش روی ما قرار داره همش به این شکل شکلش نبوده خردام بوده ای گرامافون های خردام بوده و کلان هم بوده ولی یکی از جمله گرامافون های متوسط است نه بسیار کلان شاید در فیلمای های ایندی یا بعض فیلم شما کلان ترای زیره یا در دربار پادشاهان و شاهان گرامفون های بسیار کلان زینتی هم بوده که به حساب زینت از این آثار <تصفح> عتیقه کار می گرفت تخمینا تولد از ای یا ساختار سالگرد از این به یک صد سال الا یک سال تعلق می گرد. دوم عبارت از یک ماشین خیاطی است این ماشین خیاطی هم حدوداً 110 سال قدامت دارد و اولین ماشین های است که شاید امروز دیگه در اجراهای افغانستان امچو ماشین را ما با امین نمود با امین نمونه با امین ساختار نداشته باشیم و امش نابود شده باشه و خیر بین استاد پروانتا که اینا را من حیث سمبول های نمونوی تاریخ دیروز ما و انتقالش به تاریخ امروز ما نگاه کردند. افزار دیگه عبارت از یک تلسکوپ است این تلسکوپ هم یکی از تلسکوپ های بسیار تاریخی است عدودان بین 120 الا 110 سال تاریخ قدامتی داره و این تلسکوپ از جمله تلسکوپ هایی است که سرعت تصویرگیری ازی یا دید ازی نسبت به بسیار تلسکوپ هایی که آل کامپیوتر رایز شده و ماشینی شده این بسیار فضای موجی را از نظر تصویری کلان برجسته و نزدیک نشان میداد چیز دیگه ای که بسیار زیاد موضوع است که ای عبارت از دستکار و وطنی ماست ای عبارت از یک اسپندانی است اسپندانی داد خارج از ای که اسپندانی هست و شبکه کاری بسیار خوب داره ایدهی دا ای اول زغال انداخته می شد بعد از او اسپند می شد و یک حرف را که در او وقت مد نظر بود ای بود که وقت اسپند انداخته می شد چرا ای جالی ها چرا تو جالی جالی کار شده خاطری که امی دود اسپند یا بو اسپند که ضد افونی هستک ای بر مزاج امو اتاق یا اجرا نتابه و نوی از آلودگی را که ایجاد نباید بکنه به این خاطر ای یک موج موازی و یک موج عمودی داشت که با توسط دروازی که امو تا قرار داشت با توسط امی کارگاهی که قرار داره ای از اتاق خارج می شده دیگه که شما ببینین دودن بین 60 تا 70 سال قدامت تاریخی دارد ترسیم های از یا نقاشی های از یا تصویر های از بیانگر هنر کروش است یعنی امیر کروش که ما سرش بحث میکنیم ایران بزرگی که میگن و ایران قدیمی که میگن در واقع یکی از انرای اموز و ای یکی از چیزایی است که سنگین است ولی زیبا و ای یک در واقع یکی از از باب تشریفاتی بوده که از این استفاده میشد از این از باب تشریفاتی در دعوت ها و میمونی های بسیار خاص اجرایی است و بحث دیگی که باید به با او نقطه گذاری شای عبارت از سماوار است سماوار مشهور به نیکلای که این سماوار در واقع از داخل وطن ما نیست اما ما سماوارهای تاریخی یا سماوارکاری تاریخی در وطن خود داشتیم که اینها یک جنب جوش چایخانه ای کلان داشتن چای که در این ها مزه و کیفیت داشت که او چای او مزه و او کیفیت شما بعض وقتا در کافروشی کابل آله پیدا کرده میتونین که در توسط امو سماوار در واقع میشه او سماوار هم قدامت تاریخیش بین 110 الى 100 سال تخمین زده شده چیزی که پیشروی ما قرار داره عبارت از آونگ است آوانگی که از جمله ساخته ها و از باب قدیمی هست که این آوانگ جز افزار آشپزخانه است که نسبت به مردان خانم ها با این زیاد علاقه دارن سیر دا ای می کوبیدن و زنجبیل ای می کوبیدن و زرچوبه را میکوبیدن و امی نباتاتی که ما استفاده می کنیم جوانی بادیان و بعضی از خانم ها در قدیم گوتی را دمی می ساختن امی چیزی را که امروز به شکل مایه برای کودکان ما میتن قبلا به نام گوتی یاد میشد و این مشخص بود از چهار مواد نباتی و این را دهی میکوبیدن قبل از اینکه نوزادشان با وجود به ایران آماده می ساختن باز از طریق عزی به نوزاد خود به خاطر تقویه میدهش و اس آزمش این آماده میساختن. نمود دیگه تاریخی که در دست ما قرار داره عبارت از یک هفتابه است یه هفتابه تاریخ بسیار قدیم سنحت غزنی ما را داره ارتباط میگیرد اما ترتیبی که جنرال به اشاره کردن به دوره سبکتگین و این تا هفتابه ها در واقع جز هفتابه ها نیست در واقع جز سنت دستکاری بسیار قدیمی افغانستان است که اختلاط اما هنر به اصطلاح کوشانی باختری و غزنوی را در اینجا برجسته می سازه این یک کچکول است این کچکول هم یکی از قدیمی ترین کچکول ها هست سابق در شهر کابل ما کچکول فقط منحصر به فرد ملنگا می دیدیم ملنگ ها کچکول در گردن و نعره کشیدند، بی کشیدن بیتای از حافظ می بیتای از عشقری را می خواندن بعض وقتا بیتای موزون یعنی آواز موزون هم توسط کچکول ها می خواندن. البته بعضی کسا توسط موعظه ها هم کچکول داشتن در شهر قدیم کابل و این کچکول ساختارش معلوم میشه که از کدو هستک و ای از کدو ساخته شده اینجا در این اونر فکری هم کار رفته و یکی از کچکول های بخش تاریخ قدیم افغانستان است. سطل که پیشوری شما قرار داره ای سطل یکی از سطلای تاریخی است البته سنت ایرانی نو اصفهانی شیرازی به کار رفته چند استفاده ای سطل داره اول به خاطر آب گرفتن میشد تعداد نوزادان خود از طریق قضیه شستشو میدادن بعض از وقتا دی فرزند ماست و بعض چیزهای ماییات دیگره و شیر منداختند از استفاده می‌کردند. تا جایی که قصه ها میگه در معافل بسیار کلان با استفاده از این سطلا وقت شیر توزیع میکردن یا ماست توزیع میکردن در زیرش یک پتنوس هم میگذاشتن چون یک نفر نمیتونست که وزن از این توسط یک نفر برداره دو نفر میگرفت باز ماهیات یا لبنیات را که داخل از این بود این را به میمانه ها و به کسایی که اجرایی میشیشتن یک ای را تقسیم کرده تقسیم میکردن یا در مناسک مختلف شربت ریحان یا شربت های شیرین ها که ترتیب میکردن از طریق عظمی توضیح میکردن که یا یک وجه تاریخی بسیار کلان دارد البته در قدیم وقتی که شکل از این کم تغییر میکرد رنگش تغییر میکرد باز این دوباره جلاکاری میکردن پاکاری میکردن ولی خانه استاد اماین پروانتا آباد باشد که همچون چیزا را منعیس یک نمود اووییت تاریخی افغانستان حفاظت کرده است شما حالا در تصویر یک دروازه را میبینید که هم منقوش است ام کندنکاری داره هم در واقع یک چیز به اونر کاری داره قدامت تاریخی بسیار بلند داره که شما میتونید از طریق فوتو را بنگرید ای تعلق داره به یکی از هنرمندان و چیره دستان هنر آوازخان افغانستان که مرد هنر بود و مرد قامت بلند داشت آقای عبدالرحیم ساروان که خداوند مغفرت شان کنه و فعلا در این اجره تاریخی و فرهنگی ای دروازه وجود دارد و منقوشات دارد و رنگهای دارد و سیستم واز بسته از یک سیستم واز بسیار بسته قدیمی است که بعضاها نسل جوان ما شاید اگر از نزدیک ببینن با او باور نکنن و باورمندی را که باید داشته باشن ما خواسته میره به نمایش بگذاریم به تعقیب از این دروازه دروازه دومی هم قرار داری دروازه دومی دروازه است منقوش با نوع از گلکاری هنری حکاکی و شبکاکاری که پلش باز میشه و رو یک رویه نیست دو رو دارد در قسمت خود کنار خود عبارت از گلکای بسیار مقبول زیبا دارد که تعریف از اونر مستظرفه و اونر نفیسه افغانستانه که بسیار کسا به بحث میگیرند در ای گنجانیده شده و به او خاطر خواستیم که از جمله داشته های استاد که ای دروازه قرار داره ایران به شما ارائه کنیم و به تصویر بکشانیم در پالی از این دروازه دیگی قرار داره با حین برجستگی اونر صنایع مستظرفه و اونر نفیسه افغانستان از نظر کندنکاری که او کار ارتباط میگیرد با اونر نورستان و کار کندنکاری نورستانی های بزرگ ما بین دو دروازه تاریخی که برای شما به نمایش گذاشته شد یک الماری زینتی وجود داره که الماری زینتی ام منقوش است ام کندن کاری شدگی است و در قدیم به خاطر زینت بخشی از خانه ها و اجره و نشست ها پیاله ها و اسباب چای نوشی را و نوشیدنی ها را بالای ازی میماندن و بعض وقتا مربوط به جریان امی چایی که ما و شما می نوشین چاینک های انتیک پیاله های انتیک و امو چاینک که یکی از بسیار مشهور است در افغانستان در اینجا ایرا تزین می در واقع نوی از نمایش تزینی و زینتی است که شما او را در این الماری مشاهده میکن <applause> الماری هایی که شما در نشستگاه مادهی گرما گرم از این حجره تاریخی میبینین این در واقع عمل الماری است و ام نوی ارسی است ای بیان یک تاریخ بسیار قدیمی شعری و شهرنشینی کابل میگیره که شما این ارسیا را با امو حلقه اتصالی که داره و جای اتصالی که داره میتونین بلند کنین در داخل از این الماری ها همه آثار تاریخی گذاشته شده و آثار تاریخی امش مربوط به اونر هست که پیشتر از نظر کندنکاری و خرادی و اونر ظریفه بالای صحبت کردیم یکی از نمودهای تاریخی دیگری که در تاریخ ما خواندیم حتی در شانامه بخش ازی مفهوم به شکل آمده کاروان هایی که وقتی می باید یک جرس یک صدا و یک زنگ می داشتن آل شما یکی از امو آثار جرسی را شورد. که کاروانها ها می رفتند و شور و نوای را پا می کردند بعض وقتها در طبیعت شور نوا با صدای طبیعت آجین می شد موزون می شد اماهنگ می شد و یک صدای از غرش و یورش کاروانها ها را به نمایش می گذاشت کال شما این می بینید یک کمان است این کمان ساخت کابل است ما خواستم تیر از یام باشه استاد پروانتا میگه تیرش ناوردیم که کتی تیرش ما را نزنی ولی این تیر برای شکار انسان ها نیست برای شکار حیوانات نوی از یک نمایش تفریحی است این نمایش تنها نمایش فردی منصر به فرد نیست شاهان پاچاهان درباریان با از این کمان ها در طول تاریخ چی جغرافی ما چی جغرافی بیرون مرزی ما که شامل همسایگان میشه استفاده میکرد و ای کمان ها البته جز از اربا های جنگی و نظامی و دفاع از خودم با ما می رفت چون در زمان قدیم به یوز سلاح مدرنی که وجود داشت از تیر و کمان خارج از شکار از ای استفاده حفاظتی یا امنیتی ها